تهران، 8 اسفند ماه 1341. همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت و نیستی خارج شدند و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند، و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادم، و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادم، و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردم. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند، و حتی آنها را در زمره افراد مهجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت ایران است محروم می بودند. روز 16 مهر ماه 1341 جراید عصر تهران با تیتر درشت خبر دادند که طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رأی داده شده است. خمینی، مجتهدی گمنام که بغض و کینه تاریخی با حکومت مدرن و اجرای قوانین انسانی داشت و از طرفی دیگر مزه تلخ شکست ارتجاع را در انقلاب پرشکوه مشروطیت از خاطر نبرده بود، فرصت را برای انجام برنامه‌های شوم خود مناسب یافت. اما خمینی که ایران را در آشوب می‌خواست و تاب تحمل ایرانی را نداشت که در خانواده جهانی یک سرزمین پیشرفته باشد،
و یک ملت در رفاه و امنیت در آن زندگی کنند، هرگز از تحریک هواداران خراف پرست و متعصب خود برای به هم ریختن ثبات ایران و زنده نگاه داشتن آشوب خودداری نکرد. Thank you.